دوستان عزیز، امروز در برنامه روی خط زندگی میخوایم در رابطه با کمبود آهن در بدن یا فقر آهن در بدن برای شما از آن صحبت هایی داشته باشیم. فقر آهن، حالا واژه ای هست که کم و بیش با او آشنا هستیم، اما به دلیل کمبود آهن در بدن ما ای اتفاق میفته، حالا به هر طریقی، توسط منابع غذایی که ما مصرف میکنیم یا هر دلیل دیگری که منجر شده بدن با کاهش آهن روبرو شود. افرادی که در واقع دچار کمبود آهن میشه در بدنشان، تا او شرایطی که بدن به حالت خطرناک یا تشدید یافته بیماری دست پیدا میکنه، اصلا متوجه نمیشن که دچار بیماری هستن. به تناسب آقایان، خانم ها بیشتر بنابر دلایلی دچار کمبود آهن میشن و حتی خیلی از خانم ها با وقتی وارد دوره بارداری میشن با منابع خیلی کمی از آهن در بدنشون روبرو میشن و ممکن این مسئله برای خودشان، صحت و سلامتی خودشان و جنینشان خطرساز باشه. پس از در خصوص این موضوع میخوایم صحبت کنیم که دقیقا فقر آهن به چه معناست، چرا ما دچار کمبود آهن میشیم، چه علایم و نشانه هایی میتونه به همراه داشته باشه برای خانم ها که این موضوع خیلی میتونه مهمتر باشه، و امیدوارم که شما از اون پای تلویزیونتون بشینید و همراه ما در این صحبت و گفتگو باشین. شماره تماس 020-25-11-560 هم شماره تماس برنامه ماست، و اگر در خصوص کمبود آهن شما از اون پرسشی دارید میتونید برای ما زنگ بزنید یا پرسش خود مطرح کنید. انشالله بعد از سمامرس حتما در لابلای برنامه به اونا رسیدگی میکنیم. سلام و عرض ادب دکتر صب، خیلی خوش آمدیم به برنامه. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بارد سلام و درود خدمت شما، همه همکاران تکنیکی شما و مردم غیور و شهید پرور افغانستان، چه در داخل و چه در خارج هستن. امیدوارم یک عصر خوب و زیبایی را سپری نمید. ممنون شما، زنده و سلامت باشین. حال شما چطوره دکتر؟ سلامت باشین، تشکر. خیلی خوش آمدین، خوشحالیم که به اتفاق شما این بحث آغاز کردیم، صحبت میکنیم و برای بینندگان عزیز امیدوار هستم مطالب ارزنده رو تقدیم بتونیم. دکتر صاحب، می‌خوام در خصوص فقر آهن که میتونه تناسب مستقیمی با صحت و سلامتی ما داشته باشه در دراز مدت صحبت‌هایی داشته باشیم، ولی قبل از او مرجع یا منبعی که میتونم یک رابطه مستقیمی با بحث آهن در بدن داشته باشه خون هست. بله. که خوب است در رابطه با تاریخچه خون و او اهمیت ویژه‌ای که خون در بدن داره صحبت هایی داشته باشیم. بفرمایید، در خدمت هستم. دقیقاً، تشکر. بسیار بحث زیبایی هست، بحثی که باید همگی بدانند و دچار این مشکل هست تمامی جوامع. دقیقاً پیش از اینکه بریم وارد فقر آهن یا IDA یا ایرون دیفیشنسی انیمیا شویم، خوب است ما یک تعریف از خون داشته باشیم تا وظیفه خون را درست‌تر بدانیم و اینکه خون چگونه تشکیل می‌شود و چه وظایفی را دارد. بله. خوب است بیشتر بدانیم. دقیقاً خون یک مایع اصلی بدن برای انسان‌ها و حیوان‌ها تلقی می‌شود که مواد اولیه و حیاتی سلول‌ها را برای بدن می‌رساند. طبعاً خود خون اگر از لحاظ فیزیولوژی ما بحث کنیم، یک بحث بسیار مهم و پرمحتوا و بسیار طولانی میتوند بحث ما باشد. به صورت عموم خود خون از اجزایی تشکیل شده مثل RED یا کرویات سرخ خون، WBC یا کرویات سفید خون و پلاکت ها که تشکیل دهنده خود خون میتواند باشد. اگر ما بحث کنیم که چگونه خون به وجود میآید بر سلول ها و وجود انسان، دقیقا تشکیل خون اینگونه هست که زمانی که در جنین تشکیل می شود، در 3 ماه اول که ما به اصطلاح طبی ترایمستر اول می گویم، در کل یک دوران حملی 3 ترایمستر است، ترایمستر اول، دوم، سوم. در ترایمستر اول خون دقیقاً یک کیسه هست به نام یالسک یا کیسه زرد ما یاد می کنیم که خون اینجا تشکیل می شود در 3 ماه اول جنین. بعد از 3 ماه در ترایمستر دوم که داخل می شود، وظیفه واگذار می شود به کبد و به اصطلاح ساده ما بگیم جگر، که وظیفه اصلی تولید خون را بر بدن انسان دارد. در کنار این رفرنس ها گفته عقدات لنفاوی و به تحال اینها میتوند نقش بارزنده ای را برای تولید خون داشته باشد نزد فرد.
بعد از ترایمستر دوم که ما وارد مرحله فاز سوم حمل می شویم، ترایمستر سوم این وظیفه واگذار می شود بر استخوان‌ها. تمامی استخوان‌ها این وظیفه را می گیرد که از طریق بون میرو مغز استخوان تولید خون می کند برای بدن انسان. و این در حالیه که استخوان‌ها به اندازه بله، تشکیل می شود بله رشد کرده، این وظیفه واگذار می شود و از این طریق برای جنین خون ساخته می شود. تا الی 5 سالگی تمام استخوان‌ها این وظایف را دارد که هر کی به حد توانایت و استقامت خود تولید کند. بعد از گذشت سن 5 سالگی تنها تولید خون مربوط می شود به استخوان‌های طویله، استخوان‌هایی که از لحاظ طول زیاد باشد، استقامتشان نسبت به استخوان‌های دیگر زیاد باشد که دقیقاً این می تواند تا اخیر عمر نزد انسان‌ها خون تولید کند و از این منبع می تواند که بدن تغذیه کند و خون رسانی بسیار منظمی داشته باشد. چنانچه گفتن بحث امروز ما رابطه با کمخونی آهن هست، ولی قبل از این خوب است ما بدانیم چند نوع کمخونی ما داریم. در کل کمخونی هایی که بسیار شایع هست اگر ما تقسیم بندی کنیم، یکی از کمخونی هایی که بسیار شایع هست که حدوداً تمامی جوامع درگیرین هست، کمبود فقر آهن هست که به اصطلاح طبیش ما IDA یا Iron Deficiency Anemia میگیم برایشون، که بحث میکنیم علت ها و عوامل های اینها چی است. در کنار این کمخونی دومی که گریت دومی که بیشتر شایع هست نزد مادران، خواهران و یا افرادی که در جامعه زندگی میکنند، طبقات دیگر، کمخونی مگالوبلاستیک هست که اینجا کمبود ویتامین هست، اخصاً کمبود ویتامین B12 و یا فولیک اسید که میتواند تشکیل باشد. و کمخونی نوع سوم رو ما میتونیم کمخونی های ارثی نام ببریم. بله، کمخونی های ارثی چگونه است؟ این که پدر، مادر و یا یکی از اقارب درجه یک دچار مشکلات خونی باشد. این مشکلات میتواند مشکلات به نام تلاسیمی باشد که روی جن ها تاثیرات خودتو میذارد، در نهایت مشکلات خونی ایجاد میکند. میتواند مشکلات خونی کرویات سرخ را به صورت داس شکل بسازد، هم میتواند با مرور زمان کمخونی ها را ایجاد کند که نوع سوم ما بود. نوع چهارم ما گفته میتونیم کمخونی اپلاستیک هست، کمخونی که نهایتاً اگر ما ببینیم نادر هست در تمامی جوامع. که علت این کمخونی چی میتواند باشد؟ کمخونی اپلاستیک در حقیقت کمخونی هست که مغز استخوان و یا همون مکانیزمی که باید کرویات سرخ خون را بسازد، دقیقاً همین وظیفه خود را به صورت درست اجرا نمیکند. تنبل هست، مورد نیازی مواد اولیه‌ای که بدن دارد نمیتواند این را تشکیل بدهد، در نهایت میتواند باعث مشکلات زایم شود. و کمخونی نوع پنجم که هست مشکلات متممه، در صورتی که افراد دچار مشکلات متممه باشد، که یکی از افراد که کسانی که میتواند دچار این کمخونی باشد، کسانی که دچار مشکل عدم کفایت کلیه هست. دقیقاً هورمونی هست برام اریتروپویتین که تولید نمیشود و به مرور زمان افراد شاید دیالیز شود همه روزه، هفتوار، ماهوار، در نهایت اینا دچار کمبود مواد اولیه و کمخونی می شود. حالا اگر بحث کنیم مشخصا روی کمبودی فقر آهن، اولا باید ما بدانیم که یک تعریف مشخص داشته باشیم کمخونی ما به چی اطلاق می کنیم. در صورت کاهش توصیفی هموگلوبین و یا کرویات سرخ خون کاهش بیابد، ما کمخونی تلقی می کنیم. حالا باید بدانیم وظیفه هموگلوبین در خون چی هست. دقیقاً وظیفه هموگلوبین به عنوان یک پروتئین، وظیفش این هست که اکسیژن را از شوش ما گرفته به سلول ها و ارگان های دیگر ما میرساند از طریق خون. در صورتی که اگر تولید هموگلوبین با مشکل مواجه شود، تولید کرویات سرخ خون با مشکل مواجه شود، دقیقاً می توانیم که به مرور زمان دچار کمخونی، اخصاً کمخونی نوع فقر آهن شویم که میتونه چالش های زیاد را داشته باشد. بله، خب تلاش برای است که یعنی تمرکز اصلی برنامه ما این است که در خصوص فقر آهن صحبت های داشته باشیم. اشاره شما به این بود که کم خونی رابطه مستقیمی با فقر آهن داره. حالا وقتی صحبت از کمبود آهن در بدن میشه، وقتی بدن ما نمیتونه به منابع غنی از آهن دست پیدا کنه، آیا فقط میتونیم بگیم که ما دچار کمخونی میشیم یا بیماری های دیگری هم در کنار از او زمینه میشن؟ دقیقاً بسیار رابطه مستقیمی دارد. در صورتی که فرد کمخون تلقی شود، اخصاً گفتم 50% کمخونی ها را فقر آهن تشکیل میدهد، که ما خوب است مقدار آهن را در جریان خود بدانیم که
2.4 نزد یک فرد بالغ و متوسط هست. در صورتی که رنج از این پایین باید، رنج آهن در دوران خون ما میتونیم دچار فقر آهن شویم. ولی در صورتی که اگر ما معاینات داشته باشیم، خاصاً HB را ما در نزد خون معاینه کنیم، نزد مردان اگر کمتر از 13.5 گرام بر دیسی لیتر پایین تر باشد ما کم خونی تلقی میکنیم، نزد خانم ها هم 12 گرام بر دیسی لیتر باشد ما کم خونی تلقی میکنیم. حالا سوال شما مشخصاً این بود، اگر فقر آهن باشد چه مشکلات را میتونه ایجاد کند؟ طبعاً چون ما در قدم اول تعریف کردیم، در صورتی که اگر فرد دچار کمبود خون باشد، دچار فقر آهن باشد، مشکلات متمم زیاد را میتونه ایجاد کند. یکی از اون مشکلات، مشکلات قلبی هست. چرا؟ چون ما و شما میفهمیم که خون به صورت 24 ساعت سیکل نرمال خود در جریان مادر در رگ‌های ما و به صورت متوازن به تمام سلول‌های ما و شما مواد اولیه را میرساند. در صورتی که سطح آهن پایین باشد و در نهایت فرد به کمخونی مواجه میشود، طبعاً بار و کارکرد قلب دوچن میشود. اگر این در سالها ماها ادامه پیدا کند، در نهایت فرد میتونه دچار مشکلات قلبی شود. یکی از این مشکلات میتونه دچار عدم کفای قلبی شود حتی. چرا؟ چون قلب از حالت نرمال که ما شما میفهمیم چقدر فعالیت دارد، فعالیتش دوچند سه چند میشود. بله، به مرور زمان میتواند این عملکرد خود را و یا این سیکل خود قلبی به فیل شدن برد که در نهایت میتواند دچار عدم کفای قلبی شود که بسیار خطرناک تلقی می شود نزد مریضان کمبود آهن یا فقر آهن که دارند. و مشکلات دوم را که می تواند مشکل بارد، مشکلات کلیوی هست یا یورینری سیستم ما می تواند دچار مشکلات شود. چون ما و شما می فهمیم یکی از وظایف اصلی کبد و کلیه این هست که سموم بدن ما و شما را اطراح می کند و یا به صورت عام گفته میتونیم یکی از وظایف شاخص کلیه های ما و شما این هست که خون ما و شما رو فیلتر میکند. در صورتی که اگر مواد کافی و خون کافی و موادی که در تشکیل و اجزای خون هست کم برسد، طبعا چنانچه در قلب گفتیم کارکرد خود کلیه هم دوچندان میشود. به مرور زمان کلیه هم میتواند دچار مشکلات زیادی شود، اخستن و اخستن دچار عدم کفایه کلیه که نهایت سخت است نزد فرد و جبران پذیر نیست نزد فرد. بسیار خب، سپاسگزار میکنم. حالا باوری که وجود داره این هست که خانم ها یا دختر خانم ها بیشتر دچار فقر آهن میشن و این مسئله شاید برای مدتی پنهان باشه، اما خانمی که به محضی که وارد مرحله بارداری میشه این مشکل در وجودش بیشتر بشه، حتی شد دچار یک ناهماهنگی در سیستم بدنش و این موضوع بر روی روند رشدی جنین ممکن تأثیری بگذاره. چرا این گونه است؟ چرا خانم ها بیشتر در معرض آسیب فقر آهن قرار گرفتن؟ دقیقاً از اونجایی که ما اگر از لحاظ سنی و جنسی این را کاتگوری بندی کنیم، کاتگوری بندی های خاص خود را دارد اینها که چه افراد بیشتر دچار مشکلات فقر آهن می شود. ولی یکی از آن دسته هایی که ما می توانیم در جمع دسته بندی خود داشته باشیم که بیشترین آمار امروز از سطح WHO و سازمان‌های بهداشتی که در سطح کشورها و جهان امروز پژوهش دارند و یا مطالعه می‌کند، کمبود فقر آهن نزد خانم‌ها بودند. این می‌تواند علت‌های بسیار ارزنده‌ای داشته باشد که خودتان بیان کردین چند نکاتش. یک، این که ما و شما می‌دانیم خانم‌ها، مادران و خواهران ما و شما یک دوره‌ای دارند به نام دوره قاعدگی، یک به نام پریود، که اینها طبعا خون میتواند از این طریق ضایع کند با مرور زمان، خاصا در جامعه های سنتی این بیشتر این میشود که خانم ها بتواند با کارمند های صحی در تماس باشد و مشوره داشته باشد و این مشکل خود را بگوید. در صورتی که اگر خود سیکل پریود دچار مشکل ها باشد، اگر فرد از حالت طبیعی خونریزی های زیاد داشته باشد یا مشکلات متممه نزد خود داشته باشد، حتی سیست ها در رحم خود داشته باشد و حتی دچار سیست های رحمی و نفیر ها باشد، که طبعا میتواند این مشکل ها را زیاد کند. گزینه دوم هم گزینه دوران حمل هست. دقیقا ما و شما میفهمیم که علی رغم این که یک مادر وجود خود را تغذیه میکند از مواد مفیده که رژیم غذایی متناسب باشد، ولی در دوران حمل یک باری اضافه می شود
که جنین هم از وجود مادر تقاضی می کند. اگر مادر قبل از هم گرفتن یک رژیم خاص تعریف شده داشته بود، باید اینجا رژیم غذای خودم دقیقا متفاوت‌تر تعریف کند. درست. یعنی از غذاهایی بگیرد که دارای ویتامین ها، پروتئین ها، کاربوهیدرات ها زیاد باشند. همچنان از مایعات بیشتر بگیرند که سطح الکترولیت ها و مایعات را تکافو کند تا که هم خودش درست تغذیه شود، هم ارگان های خودشان درست تغذیه شود، هم ارگان هایی که در حال تشکیل در جنین هست درست تغذیه شود، که این بسیار سطح انرژی را زیاد بالا میبرد و در این زمان طبعاً مادرها بیشتر نیاز به غذاهایی دارند که سطح آهنشان بالا باشد. در صورتی که در این دوره باز هم توجه نکند، میتواند مشکلات متممی را به بار بیارد، اخصا مشکلات متممی در زمینه جنین، تشکیل جنین. ببینین افرادی و خانم هایی که در این زمینه بی پروا هستند یا دسترسی به کلینیک های صحی ندارند و یا این که در جامعه فقر زده زندگی می کند، از غذاهای متنوع نمی تواند استفاده کند، در نهایت جنین اینها دچار مشکلات زیادی به وجود می آید که یکی می تواند دچار عدم رشد هوش اینها باشد. خانم هایی که دچار فقر آهن هست، اگر اولاد های نزنوبیت بیشترین آماری که امروز دبلیو اچ او پخش کرده و عملا ما در جامعه خود می بینیم، آی کیوی فرزندان اینها پایین تر هست نسبت به کسای دیگر. حتی اینها دچار مشکلات عقلی و عصبی می شود که می توانیم بگوییم یکی از مشکلات جامعه را می تواند تشکیل بدهد، به یک بار می تواند برای خانواده و جامعه باشد. حتی در کنار این، یکی از مشکلاتی که بسیار نزد این اطفال می تواند به وجود بیارد، یک چیزی یک مریضی به نام اسپین بیفایدا هست که این دقیقاً در ستون فقرات اینها، در ستون فقرات طفلی که به وجود میاد، اسپاینال کورد اینها درست بسته نمی شود. که اگر مادر دچار فقر آهن باشد، فرد میتواند بعد از اون این نوزاد و یا این طفلی که به وجود میاد میتواند دچار مشکلات عقلی عصبی، دچار فجر، دچار این که ادرار خود و مواد غایطه خود را حتی کنترل نتواند. علیرغم این میتواند دچار بعضی مشکلاتی باشد که از لحاظ رشدی نوزاد اینها دچار مشکلات باشد. ببینین فرد دو ساله میشود، ما مکانیزمی تعریف شده ای داریم که باید چقدر قد داشته باشد، چقدر وزن داشته باشد، ولی نزد این نوزادان، نزد این اطفال، ما دقیقا نه از لحاظ قدی همین ها با مشکل مواجه است، از لحاظ وزنی هم این ها با مشکل مواجه است. مسئله سوم، مسئله ارزندهی که در جامعه افغانستان و خصوصا جهان سوم و کشورهای رو به ترقی بیشتر دیده می شود، مسئله فواصل بین اولادها هست. ببینید اگه متوجه شده باشید، امروز رفرنس ها و متخصصین نسای ولادی یک تعریف مکانیزم تعریف شده و فواصل تعریف شده یا فیملی پیننگ وجود دارد که تعریف کند بین اولادها چقدر فواصل باشد. در صورتی که این مکانیزم تعریف نشود، طبعا ما و شما میفهمیم یک مادر اگر حمل میکند دچار خونریزی های زیاد میشود، چه این نرمال باشد چه سزارین باشد. اگر فواصل را نهایت حفظ نکند، که میتواند دچار مشکلات زمینه زیاد اخصا فقر آهن شود که به مرور زمان میتواند دچار کمخونی های زیادی باشد. ممنون شما، زنده و سلامت باشید. آقای پروفسور، اجازه میخوایم که میان برنامه داشته باشیم و در این فرصت شما هم استراحت داشته باشین، چایتون هم میل کنیم و بعد از ان شاء الله این بحث در بخش دوم ادامه بدیم. دوستان عزیز، جان سپاس از اینکه شما عزیزم همراه ما هستید. صحبت و گفتگوی ما در رابطه با فقر آهن ان شاء الله ادامه داره در بخش دوم. اکنون شاهد میان برنامه هستیم. دوباره خوش آمدین عزیزان، و باز هم یادآوری میکنم که اگر شما عزیزان تجربه کمخونی یا فقر آهن دارید، میتونید تجربه خود با ما شریک کنین که چه مشکلاتی داشتین، یا حتی اگر پرسش پیرامون این بحث دارین میتونید با شماره تماس 0202511560 به تماس شوین. ممنون از شما هم دکتر صاحب، زنده و سلامت باشین. بسیار خب، فردی که دچار فقر آهن میشه، چه نشانه ها و علایمی در وجودش آشکار میشه؟ خب تغییراتی هست قطعا که نشان میده فرد دچار فقر آهن یا کمخونی شده. دقیقا، از آنجایی که یک فرد دچار کمخونی و یا فقر آهن میشود، که اینها میتوان رابطه مستقیم با هم داشته باشد، طبعا 80% اعراض علایم هم میتواند اعراض علایم مشخصه یکی باشند. افرادی که دچار فقر آهن و در کل گفته میتونیم دچار کمخونی باشد، علایم مختلفی دارن. یکی از علایمی که اینها بسیار شکایت میکنند در طول روز، اینها حالت کسالت و خستگی دارن.
حالتی که اینها درد از مفاصل، خستگی و انگار ساحت ها را کار کرده باشند و این یک عادت تلقی می شود همروزه برایشان. یک کسالت عمومی دارد، یک انرژی برای کار ندارد. یکی از علایمش گفته می توانیم. در کنار این افرادی که دچار کمبود فقر آهن هست، اینها زود جدی می شود در رفتار اجتماعی، زود عصبانی می شود، یعنی خود را نمی تواند رفتارهای خود را در جامعه کنترل کند. و این موضوعی که اشاره میکنیم برای خانم ها و آقایان مشترک هست دیگه. دقیقاً این مشترک میتواند باشه و چیزهایی که مشخصاً برای افراد میشه باز ما ذکر خواهیم کرد. بسیار. در کنار این فرد میتواند دچار تاکیکاردیا شود. تاکیکاردیا اگر در اصطلاح عامی ما بگوییم ضربان قلب اینها بالا میرود، حتی حالتی که اینها خودشان حس میکند تپش قلب اینها دوچند و سه‌چند میشود که برای فرد بسیار نگران کننده است. حتی فرد مراجعه میکند که من مشکلات قلبی دارم، مشکلات تنفسی دارم و از این ناحیه بسیار رنج میبرد. در کنار این میتواند اینها دچار سندروم پاهای متحرک شود. سندروم پاهای متحرک چی هست؟ بیشتر نزد خانم ها این شکایت بیشتر هست، چون بیشتر خانم ها میتواند دچار کمخونی ها باشد، که اینها شکایت از این دارد وقتی نزد دکتر مراجعه میکند که میگه پاهای ما از طرف شب در حد نهایی گرم میآید و سوزنک سوزنک میزند، که حتی ما را بسیار کم حوصله میکند، که یکی از اعراض بسیار بارزی گفته میتونیم در این قبال. ولی نگفته نماند که این اعراض را ما در مسئله دیابت یا شکر هم داریم. در کسانی که دچار مشکلات چربی خون باشد هم این داریم که باید این ما تشخیص تفریقی کنیم. در کنار اینها، اینها یک قیافه پل و یا خاصیف دارد. اخستن ما اینها رو میتونیم در اسکلرای چشم اینها، در زبان اینها و در کف دستان و در انگشتان اینها میتونیم بسیار بارز ببینیم. میشه اینو توضیح بیشتر بدیم بله. چگونه ای اگر ما مشخصا در چشم افراد که ما اسکلرا دور چشم میگیم، ببینیم در غشای مخاطی اینها به صورت واضح اینها یک رنگ گلابی رنگ را ندارد، بلکه مایل به سفید را دارند. بیشتر مایل به سفید هست. اگر ما دقیقا ببینیم کفای دستا اینها را، چون جریان خون در ما زیاد هست، یک حالت گلابی مانند را دارد. نزد افرادی که دچار کمبود فقر آهن هست، حالت مایل به سفید را زیاد دارد. و خاصا کسانی که دچار شدید کمخونی آهن فقر آهن شود، اینها میتواند در نوک انگشتان خود یک نلبت را تشکیل بدهد، که به اصطلاح آمنش ما چی گفته میتونیم؟ انگشت های قاشق مانند را بس. که خود انگشت ها فرو رفتگی ایجاد میکند، که بیشتر این برای خانم های درد میشود که در روستاها و قصابات زندگی دارند، که حکایت اینها از این هست که ما کار زیاد میکنیم، ولی نه، یکی از حکایت های بسیار بارز این میتونیم مسئله کمخونی را نزد افراد بگیم. بسیار خب، پس این تجربه و تشخیص همگی میتونن در خانه انجام بتن. بله 100%. در کنار این، فرد از قفسه سینه خود درد احساس میکند. علارغم این که تپش قلب اینها زیاد هست، درد عمومی از قفسه سینه خود دارد، که به اصطلاح طبی ما برای اینها چسب نرز میکنیم. فرد با اندکترین فعالیت، با اندکترین حتی صحبت کردن، فعالیت را رفتن، اینها از قفسه سینه خود بسیار درد احساس میکند و این برای فرد میتواند بسیار زجرآور باشد. و این هم در حالی است که هیچ آسیب بیرونی در ناحیه سینه یا قفسه سینه وارد نشده. اصلا هیچ آسیب بیرونی ندارد. ما گفته میتونیم که در اینجا سطح هموگلوبین که اکسیژن را از ششا میگیرد بر ارگان‌های بدن ما میرساند پایین است، چون نمیتواند هموگلوبین درست تولید کند، این در فاز نزد فرد پیدا میشود. علارغم این، اگر ما دقیق تر ببینیم، افرادی که دچار کمبود فقر آهن هست، خاصا نزد خانم ها، مادران و خواهران ما، اینها دچار ریزش موی زیاد هستند. حتی در کنار ریشه های موی که ما فولیکل میگویم، اینها چیزهای به نام فرانکل میسازد که به مرز آن خارش میگیرد و موی ریزی دارد و فرد را میتواند بسیار آزار دهد. که مشخصا این را گفته میتونیم افراد دچار فقر آهن میتواند باشد. علارغم این، اگر فقر آهن پیشروی کند، شدتش زیاد باشد نزد افراد، مسئله سیانوز پیش میآید. ما دو نوع سیانوز داریم، سیانوز پریفریال سنترال. حالا تعریف کنیم که سیانوز چی است. این یک اصطلاح طبی هست. افرادی که دچار کمبود آهن هست، اخصا مادران و کسانی که دچار مشکلات قلبی هستند، اخصا مشکلات متمم مثل عدم کفایه قلب اینها باشند، به مرور زمان نوک انگشت ها اینها حالت گلابی زیاد را از خود میگیرد، حتی مایل به سیارنگ می شود و دور لب های اینها و دور چشم های اینها را باز هم اگر ما ببینیم حالت تاریکی را به خود میگیرد، که این میتواند نزد فرد بسیار خطرناک تلقی شود
و می تواند مشکلات زمینی زیاد رو برد. حالا خوب است که ما خود مسئله فقر آهن یا کمبود فقر آهن یا کم خونی را ما درجه بندی کنیم. ما به 4 درجه این را تقسیم می توانیم. حالت خفیف، افراد یک دچار فقر آهن هستند، حالت خفیف هستند نزدشان که اجبیر اگر نزد اینها بگیریم پایین تر از 10 می تواند باشد. هموگلوبینش منظور ما هست. در استیج متوسط سطح هموگلوبین بین 8 الی 10 قرار دارد که میتواند مشکلات زمینه‌ای کمی را داشته باشد. در استیج شدیدش که اینها میتواند گفتم حتی التهاب زبان و اسکلرا اینها سفید باشد، پای متحرک داشته باشد و سوزنک و حتی موریزی داشته باشد، عصبانیت داشته باشد و مرور زمان اینها در طول رو شاید سینکوب را تجربه کند که حالت شعوری اینها خراب میشود. اینها در حالت شدید قرار دارند که میتواند سطح هموگلوبین الی 8 باشد، ولی حالت اخیر که حالت نهایت خطرناک تلقی میشود، درجه ای هست که افراد تهدید به مرگ است. یعنی سطح هموگلوبین میتواند 5 الی 6 باشد نزد فرد. اگر در این حالت باشد، ما گفتیم که مسئله سینوس ها پیش میاد که خونرسانی بر حجرات و یا سلول های ما به صورت متوازن خونرسانی نمیشود. حتی فرد میتواند دچار عدم کفایت کلیه، دچار عدم کفایت قلب، دچار بعضی موارد حتی نکروز ها باشد که در نهایت اگر خون جریان درست اساسی متوازن را نداشته باشد و مواد اولیه را که از طریق خون میتواند به حجرات ما شما برساند نداشته باشد، به زودترین وقت فرد میتواند دچار مشکلات حیاتی شود، حتی جان اینها را تهدید کند. بسیار خب، ممنون، سپاسگزارم. میگم دکتر صاحب، ما در یک جامعه یا جغرافیایی زندگی میکنیم که فکر میکنم بیشتر خانواده های عزیز با حداقل امکانات دارن زندگی خود را سپری میکنن. منابع غذایی که باید استفاده کنن یا جدول غذایی که باید داشته باشن که سرشار از ویتامین ها و منرال ها باشه در دسترس نیست و شاید خیلی سخت باشه که ما بخوایم این نکات را رعایت کنیم. خیلی ها باورشون بر ایسته که فرد وقتی غذای صحیحی نخورد یا او منرال و ویتامینی که باید به بدنش برسن نرسیده، دچار فقر آهن شده. حالا مشخصا این یک باور هست یا فرضیه است یا ای که میتونه یک دلیلی باشه مبنی بر اینکه افراد دچار فقر آهن میشن؟ دقیقا این یک پایه اساسی و علمی دارند. رژیم غذایی بر سطح کمخونی های ما رابطه مستقیمی دارند. جوامعی که امروز از لحاظ پیشرفت حرف اول را میزند، رژیم غذایی تعریف شده دارد یا مردمشان حالت اقتصادی عالی یا متوسطی دارند، اینها بیشتر به مشکل فقر آهن و یا کمخونی ها مواجه میشند. پس اینجا گفته میتوانیم که رژیم غذایی تعریف شده رابطه مستقیم میتواند با فقر آهن و مشکل کمخونی داشته باشد. ببینین، ما در طول 24 ساعت بدن ما به موادها و پروتئین‌ها و مواد اولیه زیاد نیاز دارد که به صورت متوازن باید به سطح حجرات ما و شما رسانده شود. که چه از لحاظ رژیم غذایی و چه از لحاظ این که مایعاتی که ما باید تکافو کنیم، رژیم غذایی تعریف شده ای که ما داشته باشیم تنها گفتن نمیتوانیم که ما از سبزیجات استفاده کنیم ده. چون دارای ویتامین ها هست. اگر جامعه ای که تمام افرادشین بیشترین افرادشان یعنی از سبزیجات استفاده کند، به مرور زمان اینها دچار مشکلات فقر آهن میشوند. و یا افرادی که بیشتر رو میارد به گوشتخوری از منابعی که دارای پروتئین زیاد استفاده میکند و سبزیجات استفاده نمیکند، طبعا میتواند مکانیزم رژیم غذایی را برهم بزند، دچار مشکلات در واقع باید یک توازن حفظ کنیم. حالا ما باید از چه غذاهایی استفاده کنیم؟ چه رابطه مستقیم دارد؟ طبعا دکتر صاحب، با عرض پوزش که صحبت های شما را قطع کردم، چون بحث تغذیه و رعایت ایسولی که شما میخواین اشاره کنید خیلی مهم هست، اجازه میخوایم که این صحبت را بزنیم برای بخش سوم و در این فرصت دوستان عزیزم یک میان برنامه را شاهد باشن و خیلی زود برمیگردیم به ادامه بحث. دوستان عزیز، میان برنامه آماده نشر است، میبینیم و فراموش نکنید که انشالله در بخش سوم در رابطه با راههای پیشگیری از ابتلا به فقر آهن صحبت میکنیم و همچنین برای عزیزانی که دچار فقر آهن یا کمخونی هستن هم راههای درمان و او جدول غذایی صحیح که در دسترس همگان میتونه قرار بگیرن هم برای شما عزیزان انشالله ارائه میکنیم. مشکلی شده است.
خب دوستان عزیز، ممنون از همراهی شما. از آن بخش سوم برنامه است و بدون فوت وقت میرم سراغ پرسشی که بیننده عزیز ما در خصوص کمبود خون یا فقر آهن برای ما فرستادن. برادر عزیزی سوالشان این گونه است که 65 سال سن دارم، پاهایم کمزور است، دکتر گفته که به خاطر کمبود کلسیم است، آیا به کمخونی هم ارتباطی داره یا خیر، چه باید کرد؟ دقیقاً یکی از مشکلاتی هست مسئله کهولت سین هست که بسیار مهم تلقی می شود و بیشترین مشکلات استخوانی و استوپروز هایی که نزد افراد به وجود میاد بعد از سن 55 الی 60 مسئله کمبود کلسیم هست که در اینجا ما 100% تشخیص و اینطوری گذاشته میتونیم که سطح کلسیم اینها باید دیده شود که چقدر هست. در کنار اینکه اینها باید از منرال ها و کلسیم استفاده کند، خوب است که از نور خورشید مستقیم اینها استفاده کند که دقیقا میتواند با مرور زمان نزد اینها بسیار مفید باشد. بله 100% ما گفته میتوانیم که افرادی که دچار مشکلات استوپروز و یا ضعیفی و کسالات عمومی هستند، اینها حتی در موارد بوده که اینها دچار کمبود آهن بوده بله. و یکی از اعراض و علائمش گفته میتوانیم و زمانی ما میتوانیم تشخیص قطعی نزد فرد بذاریم که فرد را از همینجا توصیه میکنیم برادر بزرگوار ما را که HB خون و یا CBC خود را چک کند و اگر سطح هموگلوبین یا آهن اینها پایین بود، اینها باید با متخصص مربوطه، متخصص داخله تحت نظر اینها و ادویه‌ای که برای کمبود آهن اینها توصیه میکند و رژیم غذایی که از اینها توصیه میکند به صورت درست از این توصیه بهره‌مند شود و به مرور زمان میتواند این مشکل را کاهش داد. بسیار خوب، ممنون و امیدوار هستیم که بیننده عزیزم جواب پرسش خود گرفته باشه. خواهر عزیز ما سوالی مطرح کردن که به دست ما رسید، میگه که دخترم دست و پایش بسیار سرد است، یعنی احساس سردی در دستاش همیشه در دست و پایش حس میشه و بسیار عرق هم میکنه، سنشان هم 18 ساله عنوان کردن. مشکلشان آیا مرتبط با موضوع بحث ما هست یا خیر؟ دقیقاً چنانچه ما پیشتر روی اعراض علائم گفتیم، اعراض علائمی که ما ذکر کردیم میتواند یکی از اعراض علائمش مسئله کسالت و یا حالت سستی و یا همین حتی ضعف امین سیستم که همین عرق میتواند بار برد میتواند باشد، ولی باید سوا اگر اونها تماس میگرفتن بهتر بود که آیا مسئله سیکل پریود تنظیم هست، آیا مشکلات زمینه‌ای ندارد. در صورتی که این پاسخها اگر از نزد اونها اونا برای ما میگفت بهتر میتونستیم برایشان توصیه کنیم. با این حال هم توصیه ما به این خواهر این هست که خوب است اگر یک معاینه خون اینها انجام بدهد و طبق اون اگر دستور پزشک را اینها رعایت کند بهتر خواهد بود. بسیار خب، ممنون. من میخوام زمان غنیمت بشمارم و حالا برای عزیزان این صحبت داده شده شم چون فکر میکنم وقایع بهتر از تداوی میتونه باشه. در رابطه با تغذیه صحبت کنیم و ای که چگونه میتونیم منابع غنی از آهن وارد بدن خود کنیم تا دچار کمبود آهن یا کمخونی نشیم. دقیقاً قبل از اینکه ما به مستقیم روی رژیم غذایی گپ بزنم، روی وقایه میخوام دو سه نکته مهم را عرض کنم. اولا که باید خانم‌ها در کل باید چند نکات رو متوجه باشن. یک، اینکه اگر دچار مشکلات سیکل پریود هستن حتما با دکتران خود در تماس باشن و نظریه دکتران را داشته باشن. دو، اگر در زمان حمل مادران و خواهران ما هستن که وجود دارد، خوب است اینها بیشتر مواظب خود باشند، تحت نظر یک دکتر متخصص یا معالج باشد و یک رژیم خاص تعریف شده ای داشته باشد. نکته سوم هم پیام به خواهران و مادران این هست که فواصل بین اولادهایتان را مراعات کنید، آن چیزی که امروز از طریق صحت عامه و سازمان های صحی اعلان می شود. دقیقاً اگر مراعات شد بیشتر کمتر دچار فقر آهن می شود. اگر این نکات را ما دقت کنیم، علارغم این اگر ما بخوایم فقر آهن را نزد افراد جامعه کاهش بدیم، اولین نکته این هست که افراد باید مشکلات زمینی نزدشان از بین برود. بله. افرادی که دچار مشکلات معده هستند، پپتیگلتر هستند، با مرور زمان خونریزی دارند. افرادی که دچار سرطان های کولون هستند و امراض ریقه و غلیظه هستند، اینها باید چک شوند و تداوی شود که اینها میتواند باعث کمخونی شود. بله. مشکلات زمینی باید از بین برده شود، تداوی شود تا کمخونی فقر آهن برطرف شود. نکته سوم، نکته مسئله رژیم غذایی هست. حرف اساسی و گپ اساسی را امروز در تمام جوامع میزند. جامعه‌ای که رژیم غذایی تعریف شده داشته باشد بیشتر این حالت را تجربه نمی کند. حالا چه رژیم غذایی را ما باید پیش کنیم؟ طبعا رفرنس ها و لاگبا های زیاد گفتند. جامعه و افراد جامعه‌ای که بیشتر غذای اینها
از ترکیبی از غذاها باشد بهترین رژیم غذایی است. چی معنا؟ بیشتر اینها اگر سبزیجات استفاده میکند از سبزیجات استفاده کند که حاوی برگ سبز باشد، که ما نمونهش را میتوانیم به اصطلاح آمنی اسفناج و یا همین پالک و یا همین جعفری و یا و سبزیجات زیادی را بگیم در این زمینه. خب برز پوزش چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و نمیخوایم که این سوال بیننده عزیزه که برای ما مطرح کردن از دست بتیم، چون این حق بر گردن ما داره که باید جواب ارائه کنیم. خیلی زود میپرسم، برادر عزیز ما مطرح کردن که 60 ساله هستم، میزان هموگلوبین خونشون بالا میره و دکتر گفته که هر سه ما باید 300 سی سی یا 500 سی سی خون بتره. آیا مشکلی برایشان ایجاد میکنه یا خیر؟ و همچنین ایشان گفتن که 23 سال پیش یک عمل قلبی هم اگر اشتباه نکنم داشتن. جوابش خیلی کوتاه میشه. دقیقاً، اولا که نکته بسیار اساسی را اینها ایجاد کردن، اینها باید در کل تحت نظر یک متخصص باشد، چون وقت اینها گفت سطح هموگلوبین اینها زیاد است، به این معنا که جریان خون نزد فرد اینها زیاد است. طبعا اینجا باید مشکلات زمینی بررسی شود که هایا مکانیزمی که در بون میرو و یا مغز استخوان هست چه توازن رو حفظ کرده یا نکرده، و یا مکانیزم هورمون ها به هم خورده، یا این که فرد خودشان یادآور شده که دچار مشکلات قلبی هستند. آیا مشکلات قلبی اینها درست تداوی شده یا نشده؟ اگر این مشکلات باز هم تداوی نشد میتونه مشکل باشد. در صورتی که این مشکل ها بررسی شود و سطح هموگلوبین اینها کنترل شود و زمینه و اسبابی که باعث این شده که بیشترین 90% ما گفتم میتونه که مشکلات مسئله استخوانی هست و بون میرو نمیتونه بعضی مواد را تشکیل بده، میتونه حالت بپرد، ولی این سطحی که سالانه گفت خون میگیرد این برایشان مشکل نیست، این مکانیزم طبیعی است، یک از راههای تداوی میتونه باشه. عرض پوزش دکتر صاحب، زمان پایان رسیده و ناگزیرم که از حضور شما هم خداحافظی به موفق باشین. سلامت دوستان عزیز، جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان، همه شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.